دوستداران لندنی سینمای فرانسه اخیراً فرصت یافتند فیلم‌های جدید فرانسوی را کشف و با دست‌اندرکاران این صنعت ملاقات کنند. هنرپیشه‌ها و کارگردان فیلم محبوب نیز از مانش عبور کرده بودند تا در این رویداد حضور پیدا کنند. داستان فیلم در اواخر دهه 50 میلادی اتفاق می‌افتد و درباره یک منشی است که به دلیل مهارتش در تایپ رئیسش او را به یک مسابقه بسیار مهم تایپ می‌فرستد. Tout en charge, plus vite, je vous installe chez moi. On se croirait dans ton n'importe quel vent. Tu crois vraiment que je vais lui donner des cours de piano? محبوب اولین فیلم سینمایی شماست. چه تفاوتی بین ساخت فیلم سینمایی و فیلم کوتاه وجود دارد؟ ساخت فیلم بلند مانند یک ماراتون است. آماده سازی لازم دارد که 6 ماه طول می کشد. کار نوشتن کل فیلم نامه هم هست. پس باید اعصاب خوب داشته باشیم. تقریبا باید از نظر فیزیکی خود را آماده کرد و این فیلم به نوعی آینه تجربه من بود. از طرف دیگر این فیلم یک چالش است چون اولین فیلم من است و دوره فیلم برداری نیروی زیادی می طلبید. دبورا شما قبلا گفته اید که برای به دست آوردن این نقش در فیلم خیلی پایداری کردید. آیا نقش روز در فیلم با شخصیت خودتان شباهت دارد چون روز مصمم به موفقیت است؟ بله، من بسیار با اراده و مصمم هستم چون وقتی چیزی را می‌خواهم به قول معروف حتما در ذهنم ایده‌ای دارم نه جای دیگر. بنابراین معمولا به آنچه می‌خواهم دست پیدا می‌کنم. برای اینکه بتوانم نقش این مرد را در فیلم ایفا کنم احتیاج به چند نکته کلیدی و جزئیات داشتم تا او را بفهمم. در ابتدا او کمی عجیب و غیر دوستانه رفتار می‌کند ولی کم کم انعطاف نشان می‌دهد و عشق را کشف می‌کند. فیلم محبوب هم اکنون در بریتانیا و آلمان و در آینده در ایالات متحده آمریکا، هنگ کنگ و یونان به نمایش در می‌آید. Vous pensez vraiment que la vitesse dactylographique est un sport? خبرنگار یورو نیوز از برگزار کننده این رویداد میپرسد جایگاه سینمای فرانسه کجاست؟ به نظر من سینمای فرانسه هنوز در برابر مدل هالیوودی مقاومت میکند. فکر میکنم نباید بگوییم سینمای آمریکایی، باید گفت سینمای عمده آمریکایی که یک سینمای سرگرمی است و بر اساس میزان فروش عمل میکند. حتی سینمای مستقل آمریکایی امروز با مشکل روبروست. همین که میخواهیم سینمایی پیشنهاد کنیم که در آن کمی تفکر وجود داشته باشد و مانند بازی‌های ویدیویی نباشد، از جریان اصلی خارج می شویم و کار برای همه پیچیده می شود. کریستین سکات توماس، هنرپیشه بریتانیایی فرانسوی، به بریتانیا رفته است تا فیلم جدید خود را با نام درخانه ساخت فرانسو اوزون معرفی کند. داستان درباره نوجوان 16 ساله است که معلم خود را با انشاهای نظربازش درباره خانواده همکلاسیش متعجب می کند. اساساً به زبان فرانسه فکر می‌کنم. جهان سینمای فرانسه بیشتر یک جهان است تا یک صنعت. افرادی که فیلم می‌سازند خود را هنرمند می‌دانند. اودره توتو، هنرپیشه فرانسوی، در فیلم ترز دکرو ساخته کلود میلر بازی می‌کند. La Thérèse qui était fière d'épouser un desquiro. C'était moi. 4500 hectares de pain quand nous sommes mariés. Je sais ce que je n'arrive pas à me figurer, c'est que ta future femme soit plus riche que nous. عاشق داستان‌های عشقی هستم، عاشق کمدی‌ام، ولی موضوع‌های جدی را نیز دوست دارم که چیز دیگری ارائه می‌کند، باعث تفکر می‌شود و روشنفکرانه است. مهیج است. آخرین ساخته سینمای کلود میلر قبل از مرگش اقتباسی از رمان مشهوری به همین نام نوشته فرانسوا موریاک، نویسنده مشهور فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبی است. C'est épouvantable. Vous connaissez toujours les raisons de vos actes.